خبرگزاری فرانسه در گزارشی با عنوان مشکلات اقتصادی رژیم ایران فراتر از تحریم ها هستند نوشت دولت روحانی با چالش های اقتصادی حادی مواجه است و این در حالی است که دولت بودجه سالانه خود را روز سه‌شنبه ارائه کرده و همه مشکلات ناشی از تحریم های آمریکا نیست. خبرگزاری فرانسه افزود خروج آمریکا از برجام تنها دلیل ضعف اخیر ریال نیست و در شهریور ماه گذشته همتی رئیس بانک مرکزی عرضه وحشتناک پول را دلیل ضعف ریال عنوان کرد. میزان رشد سالانه پول نقد شناور 24% بوده است. مردم نیز به خاطر اینکه امکان سرمایه‌گذاری امن وجود ندارد به تبدیل سرمایه‌هایشان به دلار روی آوردند. خبرگزاری فرانسه افزود در تلاش برای حل بحران ارزی دولت صرافی‌ها را باز کرد و رئیس بانک مرکزی را چند ماه بعد از آن برکنار کرد. سرکوبی شدیدی هم علیه کسانی که از این وضعیت بهره برداری کرده بودند شروع شد و ده ها تاجر دادگاهی شدند و حداقل 3 نفرشان اعدام شدند، اما خسارتی که نباید به وجود می آمد بروز کرد. واردات اکنون اساساً گرانتر شده و همزمان تحریم ها هم نقل و انتقال کالاها به کشور را دشوارتر کرده است. قیمت ها در نتیجه این وضعیت بالا رفته و قیمت غذا و نوشیدنی در سال جاری تا ماه نوامبر آذر ماه 60% بالا رفته است. به گفته تحلیلگران این وضعیت بخش خصوصی را سرخورده کرده است، بخشی که در تقلا بوده سرمایه گذاری ها را جذب کند و به رقابت بپردازد.